بهشت هست از او کسایی که به خدای خود ایمان داره، به خدای خود سرخم کردن، به خاطر خدای خود دردها را تحمل کردن، به خاطر پروردگار خود خیلی رنج ها و مصیبت ها و مشقت ها را پشت سر گذاشتندن، فقط به ای که الله از ما راضی شد و بهشت نصیب من شد. من یک کمی داستانگونه بیان میکنم. زمانی که یک مؤمن وفات میشه، مؤمن خوشبخت، مسلمان خوشبخت، مسلمان سعید، وقتی که وفات میشه، ملائکه با چهره های مانند آفتاب و مهتاب نورانی و روشن نزد مؤمن میه برش میگه که الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. متوجه باش که ترس نداشته باش، غمگین نباش، پریشان نباش، من تو رو بشارت میدم به بهشت، او بهشتی که بر تو وعده شده بود، او بهشتی که بر تو وعده شده بود، من تو رو به او بشارت میدم، غمگین نباش. ما خیلی ترس داریم که مرگ چه قسم خواهد شد. تو از پهلوی مخلوق میره در نزد خالقت، تو از نزد او انسانهایی میره که پشتت گپ میزنن، تو رو غیبت میکنن، تو رو تهمت میکنن، تو رو اذیت میکنن، در نزد ذات میره که دل نمشکنه. الموت تحفه المؤمن، مرگ تحفه مؤمن است. تو اگر خوشحال باشین یک کس مسافرت رفته باشه و نزد مادر خود بر بگرده از یک مسافرت خیلی طولانی، احساس این انسان چه قسم خواهد بود؟ نزد پدر خود بر میگرده در حالی که پدر خود را سالها و سالها ندیده، برگشتی از این چقدر زیبا خواهد بود، چقدر باشوق و کلا خواهد بود. تو نزد خدایت بر میگردی، نزد پروردگارت میری، او پروردگار که سجده کردن برای او لذت بخش بود. من متیقن و باورمند هستم که امول ساعتی که تو سر به سجده میمانی، آرامتر از اون موقعیت تو در هیچ جای پیدا کرده نمیتونی. این گپای مرا کسی باور کرده نمیتونه که او لذت این چیز رو ندیده باشه. حالا امروز شاید خیلی کسایی که صدای مرا لایف میشه شاید بگه در مورد چیزی گپ میزنه که وجود نداره، اعوذ بالله من ذلک، لذتش ندیدی. حالا کسی که یک چیز را ندیده باشه، حس نکرده باشه، ایمان نداشته باشه که او را لذتش را مزهش را نچشیده باشه، خود میگه که وجود نداره. او کسی که لذت سجده را میفهمه، لذت استاد شدن به پیشگاه پروردگار را میفهمه، او باز میفهمه که بهشت هم در ذهنش چیز تصور هست، اما لذتش از دور احساس میکنه که چنین چیزی وجود داره. یه مؤمن که وفات میشه، ملک نزدش میگه که تشویش نداشته باش، تو در جایی میری، تو چیزهایی میرسه که به تو وعده کرده شده، الذی کنتم توعدون. بعدش اینه که نفسش میگیره، میگه ایتها النفس الطیبه اخرجی، این نفس طیبه، این نفس پاکیزه، از بدن پاکیزه خارج شد. همین حالت است که بالای مؤمن مرگ فرا میرسه، این نفس پاکیزه از جسد و بدن پاکیزه خارج شد. وقتی که خارج میکنن به طرف آسمان ها میبره، از طرف بالا میره به طرف آسمان ها، نزدیک آسمان اول که میرسه، یه حدیث پیامبر است، حالا نمیشه که من به هر کدومش که پیامبر ای تو گفته، پیامبر ای تو گفته، روایاتی وجود داره، در اخیر انشاءالله بعض روایت های را ذکر میکنه. یک به طرف آسمان میبره، در مسیر را این ملائکه کی استقبال میکنند. مؤمن خیلی با کرامت هست، خیلی نزد خدا یک انسان جایگاه داره، انسان مؤمن خیلی جایگاه. در استقبال از این ملائکه استاد از دروازه اول آسمان که میرسه، دروازه در قلباب میشه، وقتی که میبینه که کیست، میگه فلان شخص نفس طیبه از جسد طیبه خارج شده و طرف شما آمده. دروازه باز میشه تا به آسمان هفتم، تا به او حد میرسه، نفس انسان بلند میشه، روح انسان بلند میگه. تا جایی میرسه که الله متعال نزدیک الله متعال. ای به این معنی است که برای الله متعال یک موقعیت تعیین بکنید. الله متعال هر جا هست. فیقول الله، الله متعال میگه اکتب کتاب عبدی فی علیین، نام بنده ما را در علیین نوشته کنین، از این بنده خوشبخت، از این مؤمن سعید را در اکتب نوشته کنن کتاب عبدی فی علیین، نام بنده مرد علیین در جایگاه خیلی بلند اوجا نوشته بکنن، از جسد زمین به طرف پایین دفن میشه، پس طرف پایین انتقال میشه، جسدش رو هست، پس طرف پایین انتقال میشه، ایره دفن میکنه.
اینو که دفن میکنن در قبر دو ملک با چهره خیلی زیبا و نورانی بیای برش پرسان میکنه که من ربک، رب تو کی هست؟ ما دینک، دین تو چی هست؟ ربی الله، دین اسلام، دین ما اسلام هست. در مورد پیامبر ازتان پرسان میکنه، در مورد از مؤمن خوشبخت که یک پیامبر نزد شما آمده بود یا پیامش به شما رسیده بود، چی کردن در مقابل از او؟ گفت ایمان داریم. کامیابی مؤمن خوشبخت از اجمیج شروع میشه. این میجو مثل حیثیت یک کانکور را داره. در کانکور کامیاب شد، در لسانس خود به خود کامیاب است، خود میگذری از اینجا. این کانکور زندگی هست. فقط سه سوال است، خیلی سخت نه، همو سوالایی که ما در صنف اول میخوانیم. اما این را کسی جواب داده میتونه؟ کسی جواب داده میتونه که به این گفته ها عمل کرده باشه، مسیری پروردگار را که برش راهنمایی کرده در اون مسیر حرکت بکنه، مسیری پیامبر را که قدم گذاشته به جای پای پیامبر قدم بگذاره، او میتونه که این سوالات را به خیلی آسانی پاسخ بده. ولی میشه که شاید خیلی دکترها و لسانسها و ماسترها این سوال توقف کنه و ها ها کنن که من نمیفهم، لا ادری لا ادری. باز شاید سه سوال صنف اول را پاسخ کنه باشه. و دیگه متعلق به خود انسان است که در دنیا چه قسم زندگی میکنه، چه قسم زندگی را به پیش میبره. ای که در قبر گذاشته میشه، یک شخص نورانی با چهره نورانی نزد انسان میه، با چهره خیلی نورانی. ای که میبینه متحیر میشه که ای تو نورانیت ما تا به حال ندیدیم. ای کی هست؟ میگه تو کی هستی؟ من انت. میگه من عمل تو هستم، اما عملی که در دنیا کردی، امو نمازهایی که در دنیا خواندی، امو عبادتهایی که تو انجام دادی، امو نیکوکاریهایی که به مردم کردی، امو دردی که به خاطر الله کشیدی، امو مصیبتهایی که به تو رسید به خاطر صبر کردی، ما امو اعمال تو هست. حتی اعمال انسان بر انسان دعا میکنه که رب اقیم الساعه، رب اقیم الساعه، رب اقیم الساعه. ای پروردگارا قیامت را قائم بکن تا او چیزی که تو با بنده تو وعده کرده بودی بنده به وعده خود به او جای برسه. رب اقیم الساعه. ای پروردگارا، ای الله، ای پروردگار ما، ساعت را، قیامت را قائم بکن تا او وعده هایی که با این مؤمن خوشبخت صورت گرفته بودی به او وعده ها، به او مطلوب خود، به او هدف خود، به او مقصد خود برسه. انسان دفن هست، زمان فرا میرسه، خلص خلص باید میکن، ورنه خیلی یک سفر طولانی هست به سوی بهشت، خیلی طولانی. قیامت قائم میشه، قیامت که قائم میشه در صحرای محشر، خو هر کس میفهمه که ما خود چقدر گناهکار هست. شما مرا از دور خیلی زیبا میبینه، زیبا شاید بشنوین، اما ای کی زیباست و به الله خوبتر معلوم هست. الله رو خوب میشناسه. شاید در بین کسای ما در جمع کسی باشه که از ظاهر لباس خود خیلی نازیبا باشه، اما درونش خیلی زیبا، درونش خیلی نورانی. ولی ما و تو شاید با یک چشم مکدر، یک چشم خیره به طرف نظر رو که خود ما شاید خیره باشه، که اون نفر را خیره میبینه. وقتی که صحرای محشر برپا میشه دیگه مردم سرگردان هست، فقط یک جای باشه که یک جای دست بیندازه و نجات بیاور. گویا یک کسی در یک دریای، در یک بحر غرق شده، دست خود را به هر طرف می اندازه که فقط یک جای دست گیر کنه و من از جای نجات بیابم. یک نزد ابراهیم میره، یک نزد دیگه پیامبر، نزد دیگه پیامبر. هر پیامبر در جای خود نفسی 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 نفس خود ما، خود ما، خود ما، خود ما. هر کدامشان میگه اذهبوا الی محمد، اذهبوا الی محمد صلی الله علیه و سلم. خوشا به حال ما و شما، خوشا به حال امتای پیامبر. ابراهیم خلیل الله هست، میگه اذهبوا الی محمد. موسی علیه السلام کلیم الله، کسی است که به الله سخن گفته، اذهبوا الی محمد. عبد غفره الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، او بنده است، گناه های ما قبل و ما بعدش عفو شد. اذهبوا الی محمد، اذهبوا. نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم که میرن، پیامبر در یک مکان سرش به سجده هست. سر پیامبر به سجده هست و طور ثنای پروردگار را یاد میکنه. خودش در حدیث بیان کرده که من در او روز طور ثنای پروردگار را بیان میکنم که
اوله واخره وما تهتش موجود بيانك بصفات الله رب. بوقس صفات الله رب بيان ميكون تاور بري الله عشق بي ريزانه که گویا در تمام زندگی دنیای خودی تو عشق پیامبر نریختند. او تو صفت الله متعال را میکنه. الله متعال ای که حالت را میبینه میگه یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع. ای پیامبر سرت بلند کو، شفاعت کو، شفاعتت قبول میشه. فقط شفاعت کو، انتخاب کو که فلان 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 خوشا به حال امتی که مسیر پیامبر را انتخاب کردن. زودتر پیامبر اونها را میشناسن. حتی صحابه سوال کردن، اصحاب کرام گفت یا رسول الله تو امت را میشناسه در روز قیامت؟ در بین قدر جمع انبوهی از انسان ها میشناسه؟ بله، چهره هایشان نورانی، دست هایشان، پاهایشان نورانی، گویا یک اسب سفید در میان اسب های سیاه رنگ باشم. از دور امت خود را میتو میشناسه، پاهایشان معلوم میشه داره که امت رسول الله هست. و کسی هست که مسیر نورانی پیامبر را تحقیق کرده باشه. شفاعت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم شروع میشه و بالاخره حساب کتاب تمام مسائل تمام میشه، طرف بهشت میره. درس ما شما از می جای شروع میشه. طرف بهشت میرن. رسول الله خودش میگه اولین کسی که دروازه فاقرعها، حدیث آمده، کسی است که اولین کسی که دروازه بهشت را دق الباب میکنه او ما هست. انا اولین کسی که دروازه بهشت را دق الباب میکنه، تک تک میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه دروازه بهشت که دق الباب میکنم، حتی از حلقه اش میگیرم. در لفظ حدیث آمده که خود دروازه جرنگ جرنگ میکنه. شما شاید در ذهنتون بگذره که دروازه خانه ما تو خود بود، یا قصر خانه ما تو خود بود، یا قصر پیشنی و بلند منزل ما تو خود بود. نه در ذهنت خطور کرده، نه با چشمت دیدی، نه با گوشت شنیدی. لا خطر علی قلب بشر، در قلب بشر تا به حال چیز خطور نکرده. به هر اندازه ای که نعمت های بهشت در ذهنت بیاری، فکر بکنه در موردش بشنن، از او بالاتر و بالاتر است که اصلا چشمت ندیده، گوشت نشنیده و در قلب بشر تا به حال خطور نکرده. پشت دروازه بهشت استاد است. فیقول الخازن، خازن بهشت میگه، و کسی که دروازه بان بهشت هست، من انت، تو کیستی؟ فاقول محمد، ما محمد هستم. چقدر متواضعانه، فقط امینم، فقط اقول محمد، محمد هست. و ملک از او طرف میگه برای من امی تو دستور داده شده که تا زمانی که محمد پشت در نماده دروازه باز نمیشه، صلی الله علیه وسلم. رسول الله میفرماید نحن الاخرون الاولون یوم القیامه، نحن الاخرون الاولون یوم القیامه، ما آخر هستیم در روز قیامت. اول خود پیامبر، بعد از امت پیامبر. اگرچه امت پیامبر آخرین امت هست، ولی اولین کسایی هستن که در بهشت داخل میشه. چرا که رابطه اینها با بهترین پیامبر هست، رابطه اینها با محبوب خدا خلیل الله متعال که رسول الله هست، با او هست. ادامه حدیث میگه و نحن اول من یدخل الجنه، و ما کسایی هستیم، اولین کسایی هستیم که در بهشت داخل میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه تعداد درهای بهشت، دروازه های بهشت، روایات زیادی آمده. بخاری و مسلم نقل کرده حدیث را، فی الجنت ثمانیت ابواب، بهشت هشت در داره، هشت در، یعنی هشت دروازه داره. ابو هریره میگه که میان یک چوب و دیگه چوب دروازه بهشت فاصلهش میفهمین چقدر است؟ رسول الله بیان کرده که فاصله مکه و بصره، یا مکه و بصره، در حدیث آمده فاصله یک دروازه بهشت تا دیگه دروازه، یک لنگهش تا لنگه دیگه، یا چوبش تا چوب دیگه. در یک روایت آمده که 40 عاما، مسیرت 40 عاما، 40 سال. ولی روایت را بعضی ها کمی ضعیف کردن، گفته ضعیف هست. این روایت دیگه که در این قسم یک روایت دیگه هم وارد شده که این روایت را محکمتر میسازه، اوی هست که رسول الله گفت فاصله یک لنگه دروازه بهشت تا دیگه لنگهش فاصله بصره و مکه هست. دیگه روایت آمده ترمیزی نقل کرده ایره که فاصله یک لنگه دروازه بهشت تا دیگهش به اندازه ای است که یک سوارکار تیزرو که بالای یک اسب سوار باشه این مسیر را در 3 روز طی کرده میتونه. دستش بانه روز
امی حدیث با این حدیث خوب ترب داره که دیگر محکم میسازه. فاصله مکه و بصره میتونه که کسر با سرعت اسب خود فاصله مکه و بصره را طی کنه. و رسول الله میگه که روزی که مردم به بهشت وارد میشن در مسیر بهشت راهای بهشت سخت ازدحام میباشه. از این معلوم میشه که خیلی مردم میرن. شما دقیق هستین 8 دروازه و در 8 8ش امیتو بروبار فاصله ایشون مکه و بصره و سیروس ای دو لنگه ای دروازه بهشت با هم فاصله داره. حالا ما در دروازه که داخل میشم میگفت منتظر میمونه که باش دیگه نفرها بیرون شود باز من بیرون میشم. اما اون مسیری دروازه ای که باز میشه به اندازه سه روزی که یک اسب تیز رو ایره تی کرده نمیتونه و بالاخره بعد از سه روز شاید به مو جای خود یک دروازه تا دیگه دروازه رو برسه. کسی که نماز را درست ادا کرده یک انسان خوبی بود در نماز خیلی پابند بود از دروازه‌ای که مختص به نمازگزارا هست از او دروازه داخل میشه. دقیق متوجه باشه. صائمین روزدارها از دروازه روزه داخل میشه. کسایی که مجاهدین فی سبیل الله بودن از راه جهاد دروازه جهاد داخل میشه. و کسایی که در صدقه خدا به خدا خیلی نزدیک کردند از دروازه صدقه داخل میشه. یک روز رسول الله از این دروازه ها یاد میکرد. از دروازه های بهشتی، دروازه ریانی، دروازه فلان، دروازه فلان، دروازه ها را نام برد که فلان از این دروازه داخل میشه. کسی که عمل از یاد انجام داده باشه از این دروازه داخل میشه. ابوبکر سوال کرد گفت یا رسول الله. ابوبکر رضی الله عنه دقیق متوجه باشن اگر در خانه تان پسر پیدا شد یا محمد نام گذاریش کنی یا ابوبکر، بهترین نام ها هست. ابوبکر میگه یا رسول الله او تو کسی هست که از هر 8 در بهشت به سوی صدا کنه؟ گفت آه بله خودت هست. ابوبکر میگه گفت میر و امید دارم که خودت از اونا باشی. یگانه کسی که روز محشر در بهشت از 8 در سرش صدا میشه ابوبکر صدیق هست رضی الله عنه. چون این در هر موقعیت اول نمره بوده، در هر موقعیت، در باب نماز، در باب صدقه، در باب جهاد، در باب هر بابی که دروازه میخواد تقاضایش هست این کار رو انجام داد. یک روز از ابوبکر امیت سوال کرد رسول الله بعد از نماز صبح روی خود رسول الله به طرف اصحاب کرد گفت این عمل را کی انجام داد؟ کی به جنازه اشتراک کرده؟ کی میت را تدفین و تجهیز کرده؟ کی صدقه داده؟ کی عیادت مریض کرده؟ در هر کدامش ابوبکر میگفت ما یا رسول الله. اموس که رسول الله میگه ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه رضی الله عنه. اینها در بهشت هستن. اینها که دروازه بهشت داخل میشن خزانه دارهای بهشت یا دربانای بهشت برشان میگه آیت قرآن کریم از سوره زمر آمده سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام به شما باشه، سلامتی به شما باشه، سلام علیکم بما صبرتم، سلام باشه به شما به سبب او چیزهایی که شما صبر کردید. نهایت قرآن کریم هست سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داخل شوید خالد و جاوید و رای همیشه ایجا باقی هست، همیشه ایجا می باشه. یک روزی یک کسی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم پرسید گفت یا رسول الله پایین ترین بهشتی درجهش چی هست؟ کدام درجه را داره؟ ادناترین بهشتی درجهش. دقیق متوجه باشه، انسان را متحیر میسه. در حدیث متعدد بیان شده با روایات خیلی قوی و محکم، ضعیف هم نیست. که از ما چند روایت را جمع آوری کردم که از روایات مختلف بیان شده با یک متن دور آورده شده. پیش از اینکه بیان کنم بهشتی ها که در بهشت داخل میشن برای اینها که سلام انداخته میشه که سلام علیکم، یک نعمت های بهشت را میبینن، زیبایی های بهشت را میبینن، باز میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده. آیت قرآن کریم هست سپاس او ذات را که اما وعده هایی که با ما کرده بود او را بس صداقت رسان او را انجام داد. سپاس به خدای را و من اوفا بعهده من الله، کی از الله متعال کرده متعهدتر به عهد خود هست، با وفاتر به عهد خود هست. الله متعال که وعده کرده وعده را به جای میرسه. مثل که ما در دنیا میبینم چیزها را، اما چیزهایی که پیامبر گفته قدم به قدم انجام شده میگیره. اگر خوبی ها هست، اگر خیر هست، اگر شر هست، چیزی که پیامبر گفته حالا ما با چشم سرش میبینیم. در زمان گفته که چیزها رخ نداده از طرف الله گفته، ولی امروز ما با چشم سر میبینیم. میگه او کسی هست ادناترین بهشتی، کسی هست که از آتش جهنم نجات یافته، گرمی جهنم را دیده، خدا نجات بده. خدا ما شما را دو مسیر نبره که ما یک دفعه هم یک دفعه جهنم را ببینیم.
به خاطر یک مایک دفعه جبر خدا نبرک است انسان را. عذاب خدا خیلی سخت است. و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه شليم عليم شديد. گرفت پروردگار خیلی سخت است. خیلی کسارا گرفتن. ما تاریخ را مطالعه بکنیم بنگریم که اون کسایی که در مقابل خدا ایستادن، در مقابل پیروای خدا ایستادن، در مقابل پیروای پیامبر ایستادن، الله متعال اونها رو به کدام حالت گرفتار کرد. خیلی سخت است گرفت پروردگار. دیگه از آتش جهنم خلاص میشه، این از جهنم خارج میکنه، در پهلوی جهنم گویا در اعراف ایره میشه. بعد از اینکه دور میبینه که یک درخت زیر چشمش میه، برای الله میگه که یا رب قدمنی الى هذه الشجره. حدیث پیامبر هست، ای پروردگار مرا به این درخت نزدیک بساز، ایره فقط از جهنم خارج کرده. یا رب قدمنی الى هذه الشجره. شجره دنیا نیست، درخت دنیا. صفت درخت رو میگیم که درخت بهشت چه قسمه هست، یکی باوجه نزدیک میسازه، یکی درخت زیبایش رو میبینه از یک سختی آمده به یک راحتی، دورتر یک درخت میبینه که هم درخت هست هم سایه داره و هم میوه داره. باز برای پروردگار میگه یا رب قدمنی الى هذه الشجره، یه به نزدیکی درخت میبرن. الله برش میگه میگه ای بنده، باز خود چی سوال نخواد کردی؟ قسم هم یاد میگه که به عزتت قسم که دیگه چی سوال نمیکنم. حدیث پیامبر می قسم اومده، به عزتت قسم که دیگه چیز نمیخوام از تو. ای که نزدی درخت میبرن، انسان حریص هست، یک کمی چیز که دارایی پیدا کرده میگه از این بیشتر، از این بیشتر، از این بیشتر. درختی دیگه ای وجود داره که هم سایه داره، هم میوه داره و هم آب داره. میگه یا رب قدمنی الی هذه الشجره. یه ابناترین بهشتی هست. پروردگار مرا تا امید درخت نزدیک و بس، دیگه چیز نمیخوام. میگه باز نشوه که چیزو بخوای، میگه به عزتت قسم که چیزی نمیخوام. ایر که دیگه نزدیک میسازن، ای دیگه نزدیک در بهشت هست. ای که دروازه بهشت رو میبینید، دروازه بهشت هم صفات داره، پیشتر کم کم بیان کرده. ای که دروازه بهشت رو میبینید، ای پروردگارا، با الفاظ عربیش من مفهومش براتون میگم، ای پروردگارا من فهم در بهشت رو ببر، بس خلاص دیگه من هیچ چیزی نمیخوام. در حدیث پیامبر با روایات متعدد بیان شده، میگه باز چیزی نمیخواهی؟ میگه یا نه یا رب، به عزتت قسم که من چیزی نمیخوام، فقط مرا تا در بهشت ببر. یک دهن دروازه بهشت میرسه، دهن در، یک زیبایی بهشت میبینه که نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه در قلب بشر تا به حال خطور کرده. میگه پروردگار کم داخل میره، کم داخل، زیاد نی. اینه که پیش میبرن، میگه چی سوال نمیکنه، میگه نه یا رب، به عزتت قسم که من دیگه چیزی از تو نمیخوام. که نعمتهای بهشت رو میبینه، یک خانم هم داره، حور عین، ایره که میبینه میگه شکر که تو به من رسیدی، من به تو رسیدم. یه مؤدناترین بهشتی هست. حالا من صفتی زیر نمیکنم، بس کسایی که مجرد است، والله العظیم قسم براتون یاد میکنم، من امشب کتاب رو که میخونم و دیروز چیزهای گفته شده که من میشرم که بیان کنم که به چی طریقه بگویم. به این زیبایی ها وجود داره، او زیبایی که قسم به ذات پروردگار که به چشمت ندیدی، به گوشت نشنیدی، به قلب بشر خطور نکرده، از عمق عمق مسائل زن و شوهر یادآوری کرده. او جای بهشتی رو میگم برات، فقط امی قدر میگم خانمش طوری هست که از پشت، از پوست بدنش، از پای به طور مثال داخل مغزای ساق پایش معلوم میشه. آینه نیست در بهشت که آینه باشه، زن و شوهر توسط جگر یک دیگر، چهره یک دیگر رو میبینن، آینه جگرشان هست. حدیث پیامبر هست، این چیزهایی است که تو اصلا نمی لحظه و رو تصورت نمی گنجه که من بر تو بیان میکنم، میره در تصورت نمی گنجه. آینه بهشت جگر خانم و شوهر هست که یک دیگر رو میبینن، جگر یک دیگر. یک نعمتهای بهشت رو میبینه، یک منزلی در پیشتویش به چشمش میخوره، یک قصر زیبایی به چشمش میخوره. میگه یا رب قدمنی الى هذا المنزل. ای پروردگار من به این منزل نزدیک میسوم، یک به این منزل نزدیک میسوم. میگه دیگه چیزی نمیخوام. میگه نه یا رب دیگه نمیخوام، به عزت قسم دیگه من چیز کار ندارم، فقط به این منزل برسون. انسان میتوره وقتی که منزل رو میبینه، اون طرف که منزلای دیگه رو میبینه که در ضمن منزل هست و باغهای بهشت هم هست، میگه یا رب قدمنی الى هذا المنزل، مرا به این منزل نزدیک میسوم. میگه دیگه چیزی نمیخوام. میگه به عزت قسم دیگه چیزی نمیخوام. امی تو سه منزل سوال میکنه، سه منزل را، در هر کدامش خانم داره از خود.
چرا که در حدیث پیامبر آمده که در بهشت مجرد وجود نداره. ما فی الجنت اعظم، در بهشت انسان مجرد وجود نداره، چه دختر باشه چه پسر باشه، مجرد وجود نداره. یکی داخل میشه دیگه میشرمه. یک منزل سوال کرد، خود از کجا به کجا کشانده. الله متعال به بنده میگه یا عبد ما لک لا تسأل، چی شده که سوال نمیکن، چرا از ما چیزی نمیکن، ما لک لا تسأل یا عبدی. و میفهمه که انسان دیگه هم میخواه، انسان دیگه هم کار داره. ما لک لا تسأل یا رب، چرا چیزی نمیخواه. ای پروردگار میشه دیگه حیای ما آمد که ما قدر یاد کردم که ای پروردگار این منزل این منزل این منزل دیگه ما حیای ما میگه زیاد بکنه. الله متعال میگه به چی راضی میشی؟ به یه بنده پرسان میکنه از یه بنده، میگه آیا راضی نمیشی؟ آیا راضی نمیشی به ای که به اندازه دنیا از ابتدای خلقتش تا به انتهای خلقتش تو رو پادشاهی بدم؟ راضی میشه به پروردگار. حتی خود تصور بکن آغاز دنیا تا به انتهای دنیا چقدر پادشاهی های وجود داره، چقدر زیبایی های وجود داره، به می اندازه تو رو نعمت بدم خوشحال میشی؟ گفت نعم یا رب، بلی پروردگار. گفت ولک مثله ولک مثله ولک مثله ولک مثله. چهار دفعه میگه مثل ازی بر تو باشه، مثل ازی بر تو باشه، مثل ازی بر تو باشه، مثل ازی بر تو باشه. بعد از اون میگه که ده برابر همین مثل بر تو باشه. حالا یه تصوری است، تصور میگه که این ابناترین بهشتی است، ابناترین و پایینترین بهشتی نمی جایگاهش است. ده برابر دنیا این نعمت میگیره، نه نعمت های دنیا. نعمت های دنیا رو نمیگم، نعمت های دنیا خسته کن هست، بالاخره یک روزی خسته میشی ازش. ولی نعمت های آخر، این نعمت های دنیا رو اگر استفاده بکنی به طور مثال آب رو میگیری، بعد از این آب اذیتت میکنه میری پس مدفوع دور میکنه از خود، دفع میکنش. اما از بهشت ای تو نیست. بعد از این حالت را که میبینی یک چیز دیگه از الله سوال میکنه، میگه یا رب الحقنی الحقنی بالناس، یا الحقنی بالناس. ای پروردگار من به مردم وصل کنم، مردم یک دفعه ببینم. یکی مردم را میبینه او طرف یک قصر مرواریدی همه انسان داره، قصر مرواریدی که در یک قصر که داخل میشه و خانم خود را میبینه در یک جای باشه بر پروردگار سجده میکنه. الله برش میگه ارفع راسک، سرت بلند کن، جای سجده نیست، سجده تمام شده، سجده های تو در دنیا تمام شد. ارفع رأسک، رأست بلند کن، سرت بلند کن. عمر ابن خطاب حدیث رو میشنید از پیامبر، گفت یا رسول الله ادنای زی قسم است، یا در بین صحابه عمر خطابی رو بیان کرد، گفت ادنای قسم است اعلایش چگونه خواد بود. همی جاییست که ابن مسعود میگه اعلایش ای است که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چشمی ندیده و گوشی نشنیده در قلب بشر خطور نکرده. عبید بن کعب نشستگی بود، آیت تلاوت میکنه که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، میگه هیچ نفسی نمیدونه که الله متعال برای خنکی چشم اینها چه چیزایی را آماده کرده، نمیدونه تو. حالا ما در یک باغ داخل میشیم، اما زیبایی باغ ما تو رو متحیر میسازه که چه زیبایی های، چه لذتی، چه کیفیتی تو رو متحیر میسازه. و چیز را الله آماده کرده، یک بهشتی است که باید در هر بهشت، در هر چیز باید یک اول وجود داشته باشه. مثل که در انسان ها بهترینش رسول الله، در ماه ها بهترینش ماه مبارک رمضان، در شب ها بهترینش شب قدر، و در بهشت بهترینش بهشت فردوس. ان الله بنى الفردوس بيده، الله متعال فردوس با دست بلا کیف خود کما یلیق بشأنه با دست خود خلقش کرده، پیدایش کرده. خودش میگه اعددت لعبادی الصالحین، ما آماده کردم. ما حالا یک کسی، یک آشپزی درجه اول برای تو نان رو آماده کنه و نان تو رو متحیر است که چه قسم پخته کرده بود، دست بالا کیف پروردگار که بهشت رو آماده کرده باشه چه قسم خورد و الله آماده کرده. موسی علیه السلام هم از خدا پرسان کرده بود که ای الله ابناترین بهشتی به این اندازه به این جای ای تو جایگاه داره، علای زی چه قسم خواد بود. الله برای موسی علیه السلام میگه که بالاترینش کسی هست که خودم درخت کرامت او رو نشاندم و غرس کردم، خودم، شخص خودم، ذات خودم. الله میگه بلندترینش کسی است که درخت کرامتی از ایره من نشاندم، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چیزی برش آماده کردم که نه چشم دیده نه گوش شنیده و نه در قلب بشر تا به حال خطور کرده. از خاک زعفران، از خاک بهشت یادآوری شد، خاکش از زعفران هست و از مشک هست.
از خشت بهشت یادآوری کردن صحابه. صحابه خود کنجکاو بودن، سوال میکردن هر لحظه پیامبر خشتش چه قسم است و فلانش چه قسم است و فلان چه قسم است. گفت یک خشتش از طلا هست، دیگه‌ش از نقره است. ملاتی که داخل زیبا کار برده شده از مسک است. گفت سنگریزه های شیعه رسول الله، گفت سنگریزه هایش از یاقوت و مروارید و چیزها است. و اون در زیر آب که داخل هست، در زیر آب، آب که بالای سنگریزه ها، آب خودش، خود سنگریزه ها روشنایی داره. دیروز یک طبیعت زیبایی رو دیدم از چی بود؟ از یک جوی، یک کلانی البته، در زیرش سنگریزه ها، آب خیلی صاف، از دور معلوم میشه سنگریزه ها. و این سنگریزه های بهشت از مروارید و یاقوت، جواهرات زیبا یا جواهر زیبا، و خودش روشنایی داره، از زیر آب روشناییش بیرون میشه. حدیث پیامبر هست، اینها مفهوم حدیث پیامبر بیان شده. در مورد قصره هایی که ذکر شده در احادیث پیامبر و آیات قرآن کریم، صحابه سوال کرد، گفت یا رسول الله، کسی در مقامات خود را در بهشت اشتباه نمی کنه؟ کسی در جای کسی دیگه داخل نمیشه؟ گفت در بهشت طور جاهای خود را اینها میفهمن، میفهمن گویا بعد از نماز جمعه به طرف خانه های خود حرکت میکنن. در لفظ حدیث می قسم اومده، کسی مسیر خانه خود اشتباه نمی کنه، اما تو خانه خود را میشناسه، مثل که در دنیا میشناسه، بهشت از این بیشتر میشناسه. باز در مفسرین آیه را ایجا بیان کردن، و ادخلهم الجنه عرفها لهم، اینها را در بهشت داخل میکنیم، داخل میشن و جایگاه های خود را در بهشت اینها میشناسن. هر کس جایگاه خود را میفهمه، هر کس خانم خود را میشناسه، همسر خود را میشناسه. این از کس ای تو مبهم نیست، برای کسی مجهول نیست، نامعلوم نیست، به تمامگی معلوم میشه. و در بهشت که مسلمان ها داخل میشن، مؤمنین خوشبخت داخل میشن، دیگه برای همیشه هم اینجا باشن، دیگه پیر نمیشن و لباستون کهنه نمیشن. بدن بهشتی ها موی نداره، فقط امو مویهایی که برای زیبایی با کار برده میشه او هست، ریش نیست، فقط امی آبرو و چیزها، فقط امی چیزها هست، این چیزها وجود داره. و همچنان سنشان 33 ساله هست. پشتر حدیث پیامبر را بیان کردم، یدخل اهل الجنه جردا مردا کانهم مکحلون ابناء 33. چرا که 33 سالگی امو اوج جوانی هست، اوج قوت هست، اوج انرژی هست، اوج توانایی و نیرومندی هست. از غرفه هایش صحابه سوال کردن، رسول الله گفت غرفه هایی وجود داره که از درونش بیرونش معلوم میشه، از بیرونش درونش معلوم میشه. صحابه سوال کردن، گفت یا رسول الله یسکی هست؟ گفت از برای کسایی هستن که نرم سخن میگوین، زشتگو نیستن، زشت گوینده نیستن، نرم سخن میگوین و همچنان مردم را تعام میدن و در ضمن شب نماز میخوان در حالی که مردم خواب هستن. صلوا باللیل، یا اون نماز میخوان و الناس نیام، مردم خواب هستن. گفتی برای او کسایی هستن که این غرفه ها که از درونش بیرونش و از بیرونش درونش معلوم میشه. خیمه های وجود داره، صحابه سوال کرد، گفتی رسول الله خیمه هایش چه قسم است؟ گفت خیمه هایش از مروارید ساخته شده، طولش 60 میل هست به طرف آسمان، 60 میل به طرف آسمان. رسول الله میگه من که بهشت را دیدم در سفر معراج، گفتی قصر زیبایی را دیدم. از جبرائیل سوال کردم که قصر از کیست؟ گفت از بلال هست رضی الله عنه. بلال که قسم رایش نان نمیده، گفتی از بلال هست. گفت او طرف قصر زیبای دیگر دیدم، پهلوی شکنیز زیبا هم نشستگی بود. گفت ای از کیست؟ گفتی از عمر هست رضی الله عنه. گفت ما قصدی رو داشتم که یک دفعه داخل شم دیگه، گفت جرأت نکردم، غیرت عمر مرا اجازه نداد که داخل شم. گفت غیرت عمر را من یادم بود که عمر چی غیرتی داره. گفت من اجازه نداد غیرت عمر که من داخل شو. ایره پیامبر، ایره خودش با چشم دید خود پیامبر است پیان کرده. در این مورد باز در ادامه حدیث پیامبر میجه یک حدیث را بیان کرده که هر کسی مسجد را بسازه حتی به اندازه یک جای پرنده، خانه پرنده هم باشه، بن الله له بیتا فی الجنه، الله متعال یک خانه ای را در بهشت برای او بنا میکنه، اگرچه مسجد خیلی کوچک باشه. جای گای حدیث پیامبر بیان کرد. از درخت بهشت سوال شد، رسول الله گفت که ما فی الجنه شجره الا وساقها من ذهب، در بهشت هیچ درختی وجود نداره مگر ریشه‌اش، ساقش از طلا. همه چیزایی که امروز ما به خاطرش با یک دیگه دشمنی میکنه، مال دنیا، قل متاع الدنیا قلیل. یک درختی هست در بهشت طوبی نام داره، در حدیث پیامبر ذکر شده. یک روزی پیش از اینکه درخت طوبی را بیان بکنم، حدیث مسند احمد نقل کرده،
شخص نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمد گفت یا رسول الله، لباس های اهل بهشت از کجا میشه؟ خلق میشه یا بافته میشه؟ این جای به جای جور میشه یا بافته شدگی هست؟ بس صحابه که ما حال بودن خنده کردن، یکم کم خندیدن بولین. رسول الله گفت کسی که نمیدونه یک چیز سوال میکنه خنده نکنین بولاش. کجای خنده نیست؟ شما خنده بکنید. گفت نخیر، یک درخت در بهشت وجود داره به نام طوبی، لباس های بهشتی ها از این درخت جور میشه، از میوه های این درخت لباس های بهشتی ها جور میشه. این حدیث مسند احمد نقل کرده. قد بهشتی ها در بهشت مانند آدم علیه السلام و قدشان 60 ذراع است، 60 متر. متر دنیا نه، 60 ذراع شرعی رو میگم براتون. و قوتشان به اندازه قوت 100 مرد است. 100 مرد پر انرژی، هم در خوردن، در حدیث آمده، هم در خوردن، هم در نوشیدن و هم در جماع کردن. حتی در روایت آمده، خنده نکنید خب، یعنی تو راست احادیث پیامبر آمده، در روایت آمده که در یک صبحگاه در بهشت یک مرد بهشتی با 100 کنیز هم یک دفعه هم بستر میشه. قوتش الله متعال به اون نصیب کرده. صحابه سوال کردن که قوت، گفت قوت 100 مرد. خواب هست در بهشت؟ نه خیر، در بهشت خوابی وجود نداره، چرا که رسول الله فرموده النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ هست. ولا ینام اهل الجنه، و اهل بهشت نمیخوابن. اون کسایی که خیلی خوابی هستن تشویش نکن که میده دنیا خواب خود پر میکنه، می جای بیداری هست، هیچ بیدار باشه و جای زراعت هست کشت بکن که جای دروجه هست. بس کسا سوال کردن که خواب، گفته خواب از اثر کسالت به وجود میاد، در بهشت کسالت وجود نداره، در بهشت چیزی اذیت کننده وجود نداره، در بهشت بوی وجود نداره، در بهشت مریضی وجود نداره، در بهشت مدفوع ادراک کردن وجود نداره، در بهشت سیر شدن وجود نداره، در بهشت مردن نیست، در بهشت لذت ختم نمیشه. حتی لقمه یک بهشتی با لقمه دیگهش فرق داره، یک میوه از دید ظاهر یک قسم شاید باشه، اما مزهش دیگه قسم دیگه است. در حدیث پیامبر آمده هر لقمه‌ای که انسان برمی‌داره لذتش از اول با دوم فرق داره، از اول با دوم فرق. یعنی دنیا سراسر اگر غم و مصیبت و مشکلات هست، آخرت سراسر خوشی و لذت و زندگی طیبه و خوشگوار هست و زندگی دوامدار. و این 33 سالگی سنی است که از این بلند و پایینم نمیشن، در این سن قرار میداشته باشن. و اولین خوراک اهل بهشت، اولینش جگر ماهی هست، حدیث پیامبر هست. اولین گروهی که به بهشت داخل میشن، صورتهایشان مانند ماه شب 14 هست، به من قسم صورتهایشان هست داخل میشن در بهشت. و بهشتی ها که در بهشت داخل میشن و جهنمی ها که در جهنم داخل میشه، یک گستند داره مرگ را به چهره یک گستند در آوردن، ایره در بین بهشت و جهنم که هر دو طرف ایره باید ببینه، در بین اینها ذبح میکنه، حلالش میکنه، از بینش میبره. میگه یه مون مرگ بود که همیشه شما را تعقیب میکرد، دیگه مرگ نیست. یا اهل الجنه، ای اهل بهشت، خلود لا موت، شما دائم وقت دیگه هستین، مرگ بالایتان نمیرسه. یا اهل النار، خلود لا موت، ای اهل دوزخ، ای اهل جهنم، جایگاهتون اینمی هست، دوامدار مرگ نیست. حدیث پیامبر هست. این نعمت ها که به بهشت میرسه، خیلی تفصیل زیادتری وجود داره، مقدر کفایت میکنه ان شاء الله. از یک کتاب را مطالعه بکنم به نام سفر به سوی بهشت، از خواندنش سیر نمیشه. من دیروزم به این کتاب مصروف بودم، دیروز بعد از نماز ظهر تا نماز عصر، بعد از نماز شامم دهی مصروف بودم، بعد از نماز خفتنم دهی مصروف بودم و قبل از نماز صبحم ببخشم بر جماعت که بلند میشم هم دهی کتاب مصروف بودم. دیگه دلم بود که بعد از نماز صبحم بخونم، بعد از نماز صبح نزد شما آمد. کتاب خیلی زیبا، سفر به سوی بهشت، یک کتاب دبلی هست، در کتابخانه وجود داره. اگر آدرس بیشتر میخواستن باز از مجیب پرسان کن ان شاء الله. اهل بهشت که در بهشت داخل میشن، این زیبایی ها رو میبینن، بعد از اینها سوال میشه، الله متعال از اینها سوال میکنه که آیا کدام چیز دیگه باقی مونده؟ انسان خو حریص است که میگه نه خیر، دیگه چیزی باقی نمونده. گفت همه چیزها با شما رسید؟ گفت آه، از جهنم نجات یافتیم، به بهشت داخل شدیم، نعمت ها به ما رسیده. همین جایی هست که الله متعال به فرشته ها امر میکنه که حجاب را دور ببرن، و حجاب که دور میشه، بنده های الله متعال را میبینن، طوری میبینه مانند مثل که ما و شما محتاب شب 14 را میبینیم. لا تضامون فی رؤیته،
هیچ مزاحمتی در رؤیتی وجود نداره، در دیدنش وجود نداره. این بنده ها الله متعال را امیت مستقیم میبینن. به اصطلاح شما ایتون مشغولی نیست، بروبار نیست که به اصطلاح شما گفت تلک و طرف که ما ببینم، مانند شب مهتاب شب 14 است که همه مردم اون را میبینن، الله متعال را میبینن. این که تمام میشه، این الله متعال را که بنده ها میبینه متحیر میشن که این چه زیبایی بود، این چه لذتی بود. تمام لذت های گذشته فراموش میشه که از نعمت های بهشت به دست آوردن. بعد از الله متعال برشان میگه کدام چیزی باقی مانده؟ میگه نه خیر، همی مانده بود که تو رو ببینیم، این هم خلاص شد، تمام شد. و این صحنه خیلی زیبا هست، روایات مختلف اومده، وقت کم هست. گفت چیزی باقی مانده؟ گفت نه خیر، باقی نمانده. گفت باقی مانده و رضوانی اکبر، رضایت من بزرگتر از این هست، من ازتون راضی هستم. دیگه خیلی زیبا هست، من ازتون راضی هستم. دیگه بالایتون خشم نیست، دیگه سختی بالایتون نیست، مرگ برایتون نیست، پیر نمیشن، لباستون کهنه نمیشن. این الله متعال میگه. فقط یک جمعه بازار رو یاد میکنم دیگه، بس کنم جمعه بازار. میگه در روزهای جمعه در محول بهشت در یک صحرای کرسی ها یا چوکی های از طلا گذاشته میشه. حدیث پیامبر آمده چوکی های طلایی گذاشته میشه. ای که گذاشته شد با تمام زیباییش، نبیین میان در جایگاه های خود قرار میگیرند، پیامبرا، بعدش صدیقین میان در جاهای خود قرار میگیرند، بعدش شهدا میان در جایگاه های خود قرار میگیرند، بعد از او تمام بهشتی ها در جایگاه خود قرار میگیرند. این جمعه بازار میگن، جمعه ها هست، هر جمعه دیدار پروردگار هست. باز امی لحظه الله متعال پرده ها رو دور میکنند، باز بنده ها هر جمعه پروردگار خود میبینند. و الله متعال دمی جای به بنده ها میگه، میگه من امو کسی هستم که برای تان وعده کرده بودم، وعده خود رو بجا کرد، من امو ذاتی هستم، به پای من تمام شد. این لذت های اندک که من شاید یک فصلشون بیان نکرده باشم، از لذت های بهشت بود. این برای تو مسلمان هست، بدا به حال او انسانی که به خاطر قدر لذت در لذت ها ایره با یک لحظه لذت دنیوی میفروشه. شهوت که از رای نامشروع ارزامش یک لحظه لذت داره، مال حرامی که از گلو میگذره یک لحظه لذت داره، یک لحظه که گذشت مسئولیت داره دیگه، لذت نیست، مسئولیت، مسئولیتش باقی میمونه. چی انسان بدبخت خود بود که به اون اندازه لذت را، لذت های او، زیبایی بهشت، اون نهرهایش، اون جویهایش، اون قصرهایش، دیدار پیامبر را، دیدار اصحاب را، دیدار ابوبکر و عمر و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و حسن و حسین و زینب و فاطمه را و دیدار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را، ملاقات با پروردگار را، این تمام زیبایی ها و لذت ها را با یک لحظه لذت گناه در دنیا مبادله میکنند. چقدر بدبخت است انسان، و خوشا به حال و انسانی که مطیع امر پروردگار خود است و به سوی بهشت و خاطر رسیدن به بهشت با هم مسابقه میکنه. شما مسابقه کردین، خوشا به حالتان، الله متعال از شما راضی باشه. از حوصله مندیتان تشکر، از آمدنتان تشکر. هر جمعه میجا درس برگزار میشه، خودتون هم تشریف بیارن، برادرایتون هم تشویق کن که هر جمعه به اینجا تشریف بیارن. و چیزی که قابل یادآوری است، از دید امنیتی در این مسجد مشکل نداشته باشن، تشویش نداشته باشن. این برنامه که گرفته میشه عادی نیست، برنامه عادی گرفته شده. قبل از این ما تمام مسائل را اینجا میسنجیم، دلتان جمع باشه، تمام مسائل سنجیده میشه. اگر کدام روز یک چیز مال یادآوری میکنه که باز دلتان چیزی نگذره، اگر کدام روز کس در دهلیز یا در مسجد از شما کس پرسان میکنه جایتون کس کجا آمده کی هستی، اگر حتی اگر کدام کس تلاشی هم کرد بد سرتون نخوره. وضعیت امی قسم است که باید امی توشوه. ولی پیش از اون ما تمامی حتی یک روز پیش، دو روز پیش مسائل سنجیده شدگی است، تشویش برتون رفع باشه، قابل تشویش نیست ان شاء الله. و دوم مسئله دیگه، جمعه ها سر وقت حاضر شوین، چون که ما در آل مسجد پر شد، الحمدلله مسجد پر شد، ولی در جریان سخنرانی بعد از دقایق نیم ساعت خواه الحمدلله تمامگی تشریف داشتن، ولی در اخیر اکثریت شاید کم کم ناوقت آمده باشن، خب وقتتر حاضر شدن به خاطر که در سر جلسه که باشن تر اخیر باز تسلسلش از بین نمیره، باز ما خوبتر میفهم. و نماز اشراق به اندازه عمره ثواب داره، بعد از اینکه خلاص شدن دو رکعت اشراق اگر توانایی داشتن، فرض نیست، کار سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است، توانایی داشتن باز خودتان میفهم. دعا میکنم امین الحمدلله رب العالمین. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الفقر والكفر، ونعوذ بك من السمعة والرياء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة النساء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من القلة والذلة والمسكنة والغفلة والعيلة، ونعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك من الحرم والتردي والهدم والغرق والحريق، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم يا رب، يا رب ليس لنا سواك فتولنا، يا رب ليس لنا سواك فانصرنا، يا رب ليس لنا سواك فانصرنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله تعالى.